بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم به صنف دیتابیس دیولوپمنت 1 یا توسعه دیتابیس 1 خوش آمدین. اهداف عمومی که در کورس داشتیم، رسیدیم به بخش SQL DQL یا Data Query Language، و در بخش اهدافی که در بخش DQL داشتیم رسیدیم به هدف اخیر که عبارت از تابعها یا فانکشنز بود. شش هدفی که میبینین قبلا در ویدیوهای بعدی تمام شرح داده شد، عملا کار شد، و فعلا ما در هدف که در این جلسه یا در بخش DQL داشتیم به هدف هفتم خود رسیدیم که عبارت از تابعها یا فانکشنز است. در قدم اول فانکشن چی هست؟ فانکشن عبارت از اجرا کننده یک عمل در برنامه می باشد. به این معنا که قسمی که در تصویر می‌بینین، فانکشن اینپوت یا آرگومنت ها را گرفته، بعداً بالایش یک عمل انجام داده و نتیجه یا آوتپوت یا همو ریزلت والیو را بر ما نشان می‌ده. ما در زبان SQL دو نوع فانکشن ها داریم. یک نوع فانکشن هایی هست که یوزر دیفاین است، یعنی توسط یوزر ساخته میشه، و یک تعداد فانکشن هایی هست که بلتن است، از قبل ساخته شده خود زبان SQL است. و همین قسم زبان های دیگه هم، زبان های دیگر برنامه نویسی هم توابع یا فانکشن هایی دارن که از قبل ساخته شده و ما به خاطر اجرای یک عمل از اونا استفاده میکنیم. پس همون فانکشن هایی که بلتن هست، فانکشن هایی که از قبل ساخته شده زبان SQL هست، در مجموع به دو دسته یا به دو نوع تقسیم میشه. یعنی فانکشن هایی که در زبان SQL موجود هست. یک نوع از این فانکشن ها عبارت از سینگل رو فانکشنز است و یک نوع دیگه از این هم عبارت از مالتیپل رو فانکشن یا برش اگریگیت فانکشن و همچنان گروپ فانکشن هم یاد میکنن. فرق بین سینگل رو فانکشن و مالتیپل رو فانکشن دهی است که سینگل رو فانکشن به هر ریکارد، به هر ورودی، به هر انپوتی که میگیره یک نتیجه یا یک آوتپوت نشان میده. فرض کنیم به هر ریکارد جدول یک نتیجه جداگانه یا یک نتیجه در آوتپوت بر ما یا در نتیجه یا در ریزلت نشان میده. اما مالتیپل رو فانکشن یا اگریگیت فانکشن عبارت از تابع هایی هستند که بالای یک گروپ از ریکارد ها عملیات انجام میتن، بالای یک ست از ریکارد ها عملیات انجام میتن و در نتیجه یا در آوتپوت بر ما یک نتیجه نشان میتن. طور مثال ما میخواییم بلندترین رقم ماشه در بین کارمندان به دست بیاریم. در قسمت اینپوت ریکارد تمام کارمندا گرفته میشه، سالری یا معاش تمام کارمندا محاسبه میشه و یک نتیجه که بلندترین در بینشان کدام عدد است بر ما در نتیجه نشان داده میشه. پس فرق سینگل رو فانکشن و مالتیپل رو فانکشن در همی است که سینگل رو فانکشن تابعهایی است که به هر ورودی، به هر اینپوت یا به هر ریکارد یک نتیجه جداگانه نشان میده و مالتیپل رو فانکشن ها عبارت از تابعهایی است که چندین ریکارد یا ست از ریکارد داره یا گروپ از ریکارد داره گرفته و یک آوتپوت یا یک نتیجه نشان میده. خب در قدم اول بحث ما بالای سینگل رو فانکشن ها هست که سینگل رو فانکشن هم به دسته ها یا به کاتگوری های مختلف تقسیم شده. بخش اول عبارت از کاراکتر فانکشن یا استرینگ فانکشن هست. تعداد از این فانکشن ها البته محدود نیست، تعدادش خیلی زیاد است و ما به طور مثال بعض از این فانکشن ها را در اینجا ذکر کردیم. کاراکتر فانکشن یا استرینگ فانکشن قسمی که از نامش پیدا هست، این تابع هایی است که بالای استرینگ یا بالای کاراکتر ها کار میکنن. طور مثال فانکشن لاور است که استرینگ یا کاراکتر ها را به حروف خرد تبدیل میکنه. فانکشن اپر است که امو حروف یا کلمات گرفته به حروف بزرگ انگلیسی تبدیل میکنه. همچنان فانکشن لنت است که به خاطر پیدا کردن طول کرکتر استفاده میشه. کانکت به خاطر یک جا ساختن، مدغم ساختن کرکترها استفاده میشه. به این شکل ریورس اگر بخوایم که مثلا به شکل برعکس کلمه تغییر کنه از فانکشن ریورس استفاده میشه و ریپیت به خاطر تکرار استرینگ استفاده میشه. به این شکل ترم به خاطر قطع نمودن یا کت نمودن یک حرف از یک استرینگ استفاده میشه و فانکشن آرپد به خاطر پدیشن یا رایت پدیشن که چند کرکتر ما بخوایم در به طرف راست اضافه کنیم استفاده میشه و به می شکل CHR که عبارت از فانکشن است که ASCII کد از عدد به حروف نشان میده. این البته نقطه نقطه به این معنا که تعداد از این فانکشن ها
دیگه هم زیاد هست. نام دوم عبارت از نام ریک فنشن یا فنشنایی هست که به خاطر اجرا کردن عملیات بالای اعداد استفاده میشه. و طور مثال از این فنشن ها هم خیلی زیاد است. ما تابع های زیاد در بخش ریاضی داشتیم که اکثریتشان هم زبان SQL سپورت میکنه، حمایت میکنه و ما میتونیم از اون تابع ها در زبان SQL هم استفاده کنیم تا اینکه در گزارش خود یا در خروجی خود یک محاسبه را انجام بدیم. اینجا طور مثال چند نمونه شه گرفتیم که عبارت از فنشن روند است که به خاطر روند آف همین قسم ترانکیت است که به خاطر تعیین کردن خانه های دیسیمل و ای بی اس که به خاطر پیدا کردن قیمت مطلقه یا ابسولوت استفاده میشه و همین قسم فنشن مود است که به خاطر پیدا نمودن قیمت مطلقه ببخشین به خاطر پیدا نمودن یا دریافت نمودن باقی مانده تقسیم استفاده میشه. اس کی آر تی به خاطر جذر مربع به می شکل کوساین تانجانت ساین که تمام از این تابع های ریاضیکی هستند که عملیات از اینا بالای دیتا تایپ هست که از نوع اعداد یا نمبر باشه. بخش سوم عبارت از تابع های دیت اند تایم است که به خاطر تاریخ و زمان استفاده میشه. این تابع ها را هم ما میتونیم به خاطر تایم دلخواه تاریخ دلخواه خود استفاده کنیم تا اینکه بعض اوقات ما میخواهیم که تاریخ از سیستم بگیره، بعض اوقات میخواهیم تایم یا زمان از سیستم گرفته شه یا با تاریخ که از یک تاریخ دیگه اضافه شوه. به می شکل ایجا بعض مثالایش یا بعض فنشن ها به طور مثال یا نمونه آورده شده که کردیت از current date گرفته شده، تاریخ فعلی، current time زمان فعلی را نشان میده، last day آخرین روز ما را نشان میده، now هم تاریخ و هم ساعت فعلی را از سیستم گرفته نشان میده و همچنان sys date که تاریخ به اساس سیستم که ما فعلا قرار داریم بر ما نشان میده. البته باز هم اینجا بیدامش نقطه نقطه گذاشته شده به این معنی که فنشن های دیگه هم است که در بخش date and time ما میتونیم در MySQL از او استفاده کنیم. یک نوع فنشن های دیگه هم از بنام information فنشن یاد میشه که این مثلا ما میخواییم یوزر که فعلا قرار داریم با استفاده از فنشن یوزر ببینیم، ورژن که استفاده میکنیم با استفاده از تابع یا فنشن ورژن ببینیم و همچنان دیتابیز که فعلا قرار داریم میتونیم با استفاده از فنشن دیتابیز ببینیم. البته این محدود سنگل رو فنشن است، محدود به می بخشا نیست. فنشن های دیگه هم وجود داره که بخش در بخش های دیگه از او استفاده میشه و به طور مثال ما چهار نمونه از زیر دریجه شرح دادیم. خب در قدم اول بس بالای کرکتر فنشن یا امو استرینگ فنشن میکنیم که قبلا هم گفتیم. طور مثال فنشن کانکت دو پارامتر میگیره که پارامتر اول با پارامتر دوم دو استرینگ با هم مدغم میسازه، یک جای میسازه که خود کانکت از کلمه کانکتنیشن گرفته شده. مثلا هلو با استودنس مدغم شد و یک جای شد و در نتیجه هلو استودنس. امی قسم سب استیار عبارت از تابعی هست که به خاطر جدا نمودن یک قسمت فرعی از یک استرنگ استفاده میشه. طور مثال هلو ورد 1-5 به این معنا که از کرکتر اول الی پنجم میشه بر ما در نتیجه به شکل بخش فرعی از ری جدا نموده و در نتیجه بر ما نشان بده. لنت هم عبارت از تابعی هست که به خاطر پیدا نمودن طول استرنگ استفاده میشه. طور مثال هلو ورد اگر ما حساب کنیم میشه 11 کرکتر که البته در این قسمت فاصله هم در نظر گرفته میشه. این استیار موقعیت یک حرف در یک استرنگ یا جمله نشان میده. طور مثال ما میخواییم در جمله هلو ورد بر ما موقعیت دبلیو رو بویه که در اندکس چندم است که در ایجه بر ما میگه در اندکس ششم است. ال پد لفت پدیشن است و آر پد آر پدیشن یا رایت پدیشن است به این معنی که ستون ماشات بگیره تا 8 خانه برسانش و هر قدر کم بوده که مثلا در پالوی از او هست با ستاره یا با هر کرکتر دیگه که ما خواسته باشیم در او میتونیم اضافه کنیم. طور مثال اینجا ما داریم 20,000 و 20,000 5 خانه هست، باید 3 ستاره در پالوی چپ ازی گذاشته شود تا این امی عدد 8 که در اینجا تعیین شده ایره تکمیل کنه و اگر بخوایم به طرف راست قرار بگیره باز برشمی به ال پد و آر پد تبدیل میشه، یعنی رایت پدیشن که باز هم ستون ماشات گرفته شوه و در قسمت به 8 کرکتر رسانده شوه و چیزی که عدد هست او باشه و در پهلویش به طرف راستش علامه گذاشته شوه. میتونیم این علامه رو به علامه 8 به علامه دلخواه خود هم تبدیل کنیم.
ریپلیس عبارت از تابعی هست که به خاطر جایگزین نمودن یک کلمه با کلمه دیگه استفاده میشه. طور مثال ما میخوایم در استرنگ هلو ورد کلمه هلو به استودنس تبدیل شود. جایگزین شود یا ریپلیس شود. پس در اینجا ما میبینیم در نتیجه بر ما آمده هلو استودنس. و عین شکل تریم هست. طور مثال ما میخوایم که یک حرف کت کنیم یا قطع نماییم. پس برش میگیم که هر H from hello world. چون H و hello world استرنگ است از نو کرکتر است به منظور همیشه وقت در فنکشن ها از نو کرکتر وقتی که پارامتر میتیم در داخل کوتیشن گرفته شده. که زمانی که H از بین بره یا کت شوه یا گرفته شوه ای به این شکل تبدیل میشه. خب در اینجا ما چند مثالش هم میبینیم. از البته مثالایش هست از سنگل رو فنکشن هست. مثلا فنکشن هست به نام اپر که تمام نامای شاگردار بگیره و ایره به حروف بزرگ انگلیسی تبدیل کنه. و ما در اینجا میبینیم که فاطمه، مینه، علی، زکی تمامش به حروف بزرگ تبدیل شده. اگر بعض اوقات در گزارش برعکس ما میخواییم که این تمامش به حروف کوچک تبدیل شود، باز ما میتونیم از فنکشن لاور استفاده کنیم که فنکشن لاور تمام حروف امو ستون که انتخاب شده تمامش به حروف کوچکتر تبدیل میکنم. به این شکل یک مثال داریم از فنکشن مود که از جمله فنکشن های نمبر هست، یعنی بالای اعداد عملیات خود انجام میده. و اگر ما بگیم که مود 127 به این معنا که 120 بالای 7 تقسیم شده و باقی ماندهش عدد که میمانه در اینجا بر ما نشان داده میشه. خب این بود موضوعاتی که در بخش سینگل رو فنکشنز داشتیم. حالا میریم عملا در محیط MySQL اینا را کار میکنیم. به خاطر که به این محیط داخل شویم /SQL و اولین فنکشنی که ما خوانده بودیم لبر، پیش قبل از اون ما میریم دیتابیس خود انتخاب میکنیم useAIT. در این قسمت useAIT و ما به دیتابیس EIT داخل شدیم. به خاطر که ببینیم کدام جدول ها را داریم برش میگیم که show tables. در اینجا میبینیم که جدول مختلفی که ما در دیتابیس AIT داریم در این قسمت بر ما نشان داده شده. هر جدول را که میخواستیم استفاده کنیم میتونیم که describeش کنیم و از او استفاده کنیم. فرض کنیم من میخواییم teachers استفاده کنم، پس به میخاطر select ستاره فرام select ستاره from teachers. خب در این قسمت ما میبینیم که ناما به این شکل دیتا انتری شده که حرف اول بزرگ است، دیگه حروفش خرد است. بعض اوقات شاید نیاز شود که ما همی ناما را تمامش به حروف بزرگ در گزارش داشته باشیم. پس به این خاطر از فنکشن اپر استفاده میکنیم select، بعد نام فنکشن select اپر، نام ستون هم است تینیم، میتونیم برش الیاس نیم هم بدیم هست تیچر نیم. خب از کدام جدول؟ از جدول تیچرز. خب اگر اینجا ما میخواستیم کدام ستون دیگه را هم انتخاب کنیم میتونیم انتخاب کنیم، مثلا آیدی های استادا باشه. در این قسمت ما میتونیم پیش از اپر او را هم استفاده کنیم. حالا میبینیم که در بالا ناما به این شکل بود و در اینجا ما در نتیجه میبینیم که تمام ناما به حروف بزرگ تبدیل شده. اگر برعکس ما بخواییم که تمامش به حروف کوچک تبدیل شود، پس کار که میکنیم این است که فنکشن اپر به فنکشن لاور تبدیل میکنیم. حالا میبینیم که تمام نامایی که در اوجا بود تمام به حروف کوچک تبدیل شده. فرض کنیم ما در جدول اصلی خود اینجا نامای دیپارتمنت به حروف بزرگ دادیم. شاید بعضن از پیش ما خواسته شود که به حروف کوچک در گزارش بیایه. به می خاطر ما میتونیم که از فنکشن لاور استفاده کنیم. طور مثال در این قسمت میتونیم که کامه، بعدا ما میخواییم که لاور شود لاور دیپارتمنت. دیپارتمنت. خب حالا میبینیم که هم ناما به حروف کوچک تبدیل شد و هم دیپارتمنت. به می شکل هر وقتی که نیاز باشه که ما معلوماتی که در جدول داریم در گزارش حالت کیس یا خرد و بزرگ بودنش تبدیل کنیم. اگر به حروف بزرگ میخواستیم تبدیل شود فنکشن اپر، و اگر میخواستیم به حروف کوچک تبدیل شود از فنکشن لاور استفاده میکنیم.
خب توابع دیگه هم در قسمت کاراکتر فانکشن یا استرینگ فانکشن داریم که در ویدیوی بعدی عملا همراهشان کار میکنیم. تا درس بعدی، الان نگهدارتون.